ستاد کرونا در ایران در جلسه اخیر خود با لغو سفر شهروندان ایرانی به ترکیه در اقدامی عجیب مخالفت کرد ترکیه با آمار بسیار بالای مبتلایان و مرگ و میر بر اثر انتشار گسترده ویروس کرونا در شهرهای مختلف این کشور در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفت بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت ترکیه تنها در 24 ساعت گذشته در این کشور 42551 نفر به کرونا مبتلا شدند و 193 نفر جان خود را از دست دادند. به رغم این وضعیت بحرانی در ترکیه اما تا به این لحظه پروازهای بین تهران و شهرهای مختلف این کشور متوقف نشده و طبق آمار رسمی ایران هر هفته بیش از 5000 ایرانی به ترکیه سفر می کنند. در همین راستا سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور ایران در گفتگو با خبرنگاران از مخالفت ستاد کرونا با لغو سفر به ترکیه خبر داد و گفت ستاد ملی مقابل با کرونا فعلا در خصوص لغو پروازهای ترکیه به جمعبندی نرسیده و اظهار نظری در این باره به سازمان هواپیمایی به کشوری نرسیده است و در ادامه افزود هر زمانی که ستاد ملی مقابل با کرونا به نتیجه رسیده و به ما ابلاغ کند ما پروازها به ترکیه را متوقف می کنیم این در حالی است که به رغم آمار بسیار کم مرگ و میر و ابتلای شهروندان عراقی به کرونا از زمان شیوع کووید 19 مقامهای مسئول در ایران به بهانه جلوگیری از انتشار این ویروس رفت آمد به عراق را متوقف کردند